بنام یاد خدا و درود بر پیامبرش، امید که جون و صحت و سلامت باشین. بازم خوش آمدین به یکی از مباحث درسی دیگر فیزیک ما. درسی ما رسیده بود در ویدیوی قبلی تا قسمت ما صوت خواندیم، شما با صوت آشنایی پیدا کردیم و سرعت صوت فهمیدیم و ما کدام توانایی شنیدن کدام اصوات داریم. قسمی که شما در نور خوانده بودیم، ما چشم انسان رنگ های رو میتونه ببینه که از 400 نانومتر تا 700 نانومتر باشه. بعد اون قسم ما گوش ما صدای رو میشنوه که فرکانسیش از 20 هرتز الا چقدر باشه؟ 20000 هرتز باشه. و بعد از این صداهایی که از این انتربول خارج باشه ما میتونیم بشنویم، اما بعد از تخلیه کردن که توسط یک دستگاه به نام امپلیفایر ایجاد میشه، ما تخلیه میکنیم و این صداها رو چی میکنیم؟ میشنویم. و حالا درس جدید خود آغاز میکنیم از قسمت چی؟ سرعت صوت در هوا یا گازها. این مورد نمیشتم بکنم سرعت صوت در هوا یا گازات. ما اگه ایمان داریم سرعت صوت در هوا یا گازات، میخواییم که چی را پیدا کنیم؟ سرعت صوت در هوا یا گازات از کدام رابطه چی میکنیم؟ دریافت میکنیم. مثلا در کنکور از شما پرسیدن میشه سرعت صوت در هوا یا گازات از کدام رابطه پیدا میکنیم، شما باید چی را بفهمین؟ رابطه شد. و قبل از اینکه شما ایره بفهمین، باید بفهمین یک گفت را که سرعت صوت ما همیشه در محیط آلاستیکی، یعنی در محیط ارتجاعی منتشر میشه. محیط آلاستیکی، یعنی قبلا برای شما ارتجاعی را گفته بودم، عبارت از محیطی که تحت تاثیر قوا خود چی میبینه؟ جمع میکنه و بعد از دور شدن قوا به حالت اول خود برمیگرده. پس صوت ما همیشه در اون قسم محیطا چی میبینه؟ منتشر میشه. و سرعت صوت در گازات ما میگیم ارتباط با چی داره؟ یک ارتباط با فشار داره، ارتباط با حرارت داره و همچنین ارتباط با چی داره؟ با حجم داره. سرعت صوت ما چی میگیم؟ با یه اجزای با هر کدوم از اینها ارتباط داره. و ما هر بخواسته باشیم سرعت صوت در چی پیدا کنیم؟ در گازات و یا در هوا پیدا کنیم، نوشته میگیم V مساوی میشه و سرعت صوت ما مساوی میشه گاما ضرب در پی بر ما. میتونیم سرعت صوت از این رابطه چی کنیم؟ دریافت کنیم. در این قسمت که شما میبینید وی برای ما چی رو نشان میده؟ سرعت صوت در هوا و یا در گازات رو نشان میده. گاما برای ما چی رو نشان میده؟ ثابت گازات رو نشان میده. و پی عبارت از چیز است؟ فشار است. و کثافت رو هم عبارت از چیز؟ کثافت. بر علاوه این رابطه ما یک رابطه دیگری داریم به نام وی مساوی میشه بر جذر گاما ضرب آر ضرب تی بر داریم آر ضرب تی بر ار. از این رابطه هم ما بر علاوه میتونیم چی را پیدا کنیم؟ سرعت صوت پیدا کنیم. این رابطه صحیح، اما اون رابطه را بگم که از کجا پیدا کنیم، ما میگیم که باشه باشه بگیم. و در کنکور نمیگه که چرا این رابطه را شما چی کنیم؟ در از شما تنها رابطه خواسته میشن، نمیگه که شما رابطه رو طریقه دریافت در صفحه بعدی چی کنید شهر بگید. و ما برای شما کار میکنیم. بازم فرمول عمومی گازات ما داریم پی ضرب وی مساوی میشه با ام ضرب ما فرمول عمومی گازات داریم پی ضرب وی مساوی میشه با ام ضرب آر ضرب تی. ما رو خواسته میشیم فرمول عمومی گازات هم میتونیم از این رابطه چی کنیم پیدا کنیم. به خاطر پیدا کردن قیمت پی من همیشه میگم پی مساوی میشه با N ضرب R ضرب T بر V. N ضرب R ضرب T بر V. ما قیمت N داره. N مساوی میشه با M کوچک بر M بزرگ. حالا نوشته میکنم قیمتش هم P مساوی میشه با قیمتی که نوشته کنیم، نوشته میکنیم M بر V ضرب قیمت R ضرب T بر M. ما این رابطه رو نوشتم و شما بفهمید کثافت ما عبارت از سیست کتره تقسیم این رجا نوشتم میکنیم روح مساوی میشه با ای بر وی کثافت. حالا نوشتم میکنیم پی مساوی میشه با قیمت ام ضرب وی رو ما بجای چی داریم؟ روح داریم. نوشتم میکنیم آر ضرب تی بر ام. شما هر دو دقت کنیم نوشته داریم ما وی مساوی میشه جذر گاما ضرب قیمت پی رو ما پیدا کردیم رو ضرب آر ضرب تی بر ام. نوشته میکنیم رو ضرب آر ضرب تی بر ام. بر مخرج ما رو چیست؟ بر مخرج ما رو هست. رو با رو خلاص شود ما قیمتی که در اینجا داره معادله ما پیدا میشه در نتیجه وی مساوی میشه و
گاما مونده میاد در مخرج و قسمت ام نوشته میگیم جذر گاما ضرب آر ضرب تی بر ام. ما بر رو میتونیم از این رو بتونیم سرعت سمت در هوا و یا در گازا چی کنیم؟ پیدا کنیم. از شما در کنکور پرسیده میشه از کدام رابطه میتونیم؟ این رابطه مربوط به چی میشه؟ شما میگید مربوط به سرعت سمت در هوا و یا در گازا. و گاما رو ما گفتیم عبارت از چیست؟ از ثابت گازات است. ثابت گازات ما یک گازات یک اتمی داریم، گازات دو اتمی داریم و گازات سه اتمی داریم. شما توجه کنیم گازات چند اتمی، چند رقم است؟ سه رقم است. یکی یک اتمی است، دیگری دو اتمی است و همچنان سه اتمی است و همچنان چیست؟ اتموسفیر است. شما هر دو دقت کنید ثابت ما گاما یعنی ثابت گازات و برای گازات یک اتمی چند داریم؟ برای گازات یک اتمی همیشه چند میگیریم؟ 1.67 میگیریم. 1.67 این قیمت چیست؟ قیمت ثابت است یعنی مشخص است. و برای گازات دو اتمی ما چند میگیریم؟ همیشه میگیریم گاما مساوی میشه برای دو اتمی 1.4. و برای سی اتمی چند میگیریم؟ نوشته میکنیم از 1.4 که در خورتر است برای سی اتمی. نوشته میکنیم گاما مساوی میشه با 1.33. و یک چیز دیگر که شما توجه کنیم گازات اتمی صفر که هست از جمله دو اتمی است. و ما برای این هم چی نوشته میکنیم؟ ثابت گازات نوشته میکنیم مساوی میشه با 1.4 چون اتمی صفر از دو اتم تشکیل شده. پس به این صورت ما میتونیم ثابت گازات هم چی کنیم؟ داشته باشیم. شما هر که خواسته میشه به صورت خلاص سرعت سطح و در هوا و یا در گازات از دو رابطه یک بی مساوی میشه گاز ما ضرب روح ضرب پی بر روح و همچنان گاما مساوی میشه وی مساوی میشه جذر گاما ضرب آر ضرب تی بر ام میتونیم چی کنیم؟ دریافت کنیم. و گاما عبارت از چیست؟ ضرب برای ما ثابت گازات نشان میده. برای گازات یک اتمی عبارت از 1.67، برای گازات دو اتمی 1.4 و برای گازات سه اتمی 1.33 قیمت میتونه ببینم. این برای ما چی میشه؟ سرعت گازات در سرعت سطح در گازات است. و عنوان بعدی که ما میگیریم سرعت زمانی که ما سرعت سطح در گازات رو فهمیدیم چون سرعت کمترین سرعت سطح در چی دارد؟ در گازات دارد. بعد از این ما مطالعه میکنیم سرعت سطح در جامدات و مایعات. عنوان نوشته میکنم سرعت سطح در جامدات و مایعات. هر ما خواسته باشیم سرعت سطح در جامدات و مایعات پیدا کنیم ما چی میگیم؟ سرعت سطح در جامدات و مایعات با یک محیط ارتجاعیت میگیم همچنان با محیط ارتجاعیت و ساختمانی میگیم کلی آن محیط ارتباط دارن. یعنی شما در کل باید بفهمید سرعت سطح در جامدات و مایعات با مرتجعی بودن یعنی ارتجاعیت داشتن محیط ارتباط دارن و همچنان با ساختمان مولکولی خود محیط چی دارن؟ ارتباط دارن. یعنی بخاطر پیدا کردن سرعت سطح در جامدات شما چند چیز را در نظر میگیریم؟ دو. یکی که محیط شما ارتجاعی است یا که نه و ساختمان مولکولی محیط شما چی میکنیم؟ در نظر میگیریم. و دیگه چیزی که ما در اینجا نام داریم عبارت از چیز در رزونانس است. رزونانس رزونانس یعنی چی معنا؟ هماهنگ ساختن. هماهنگ ساختن صدا را برام چی میگیم؟ برام رزونانس یاد میگیریم. رزونانس عبارت از چیز عملی است که در آن صدا چی میشه؟ هماهنگ میشه. مثلا زمانی که هنرمندا میخوانن هم میگه که بانگ صدا هماهنگ شد و دیگر صداش بخوانه یعنی تطابق داشته باشه یعنی همخوانی داشته باشه. این عملی را برام عملی همخوان ساختن برام چی میگیم؟ برام رزونانس یاد میگیریم. از شما در کنکور پرسیده میشه عملی همخوان ساختن صدا رو برام چی میکنم؟ برام رزونانس یاد میکنم. و در کل ما میگیم رزونانس عملی است که در آن موجهای صوتی چی میشه؟ هماهنگ میشه. چون صوت خودش موج است پس موجهای صوتی ما چی میشه؟ هماهنگ میشه. و هر نوع از ما طول موج در عملی رزونانس خواسته باشه که شما چی را پیدا کنید؟ طول موج را پیدا کنید. طول موج در عملی رزونانس
ما میگیم از کدام رابطه؟ از رابطه لندا مساوی میشه با دو ضربه. قیمت لندا رو ما چی داره؟ دو ضربه. از دو منفی الیک چی میگیریم؟ پیدا میگیریم. از دو منفی الیک عبارت از چی میشه؟ تولیمات در عملیه رزونانس. و ما خواستم باشیم چی را پیدا کنیم؟ سرعت را پیدا کنیم. سرعت را پیدا کنیم چی نوشته میگیریم؟ سرعت نوشته میگیریم. سرعت ما داریم وی مساوی داریم لندا ضرب اف داریم. قبلا شما اینو میفهمیدین لندا مساوی ضرب اف چی میشه؟ سرعت میشه. پس نوشته میکنیم وی مساوی میشه قیمت لندا رو ما داریم دو، نوشته میکنیم دو اف ضرب ال دو منفی ال یک. داخلای چمکات چیست؟ مهم است. یعنی دو تا فرمول دیگه شما تازه پیدا گرفتید، باید یادداشت کنید. فرمول اولش که هر با طولی مرچه در عملی رزونانس از شما خواسته شده از کدام رابطه پیدا میکنین؟ لندا مساوی میشه با دو ضرب ال دو ضرب منفی ال یک. هر با سرعت خواسته شده سرعت مرچه از شما نوشته میکنین دو ضرب لندا وی مساوی میشه دو ضرب اف ضرب ال دو منفی ال یک. برای شکل شما میتونین چی را پیدا کنین؟ رزونانس طولی مرچ و سرعت در رزونانس پیدا کنین. رزونانس خودش بچه گفته میشه؟ خود رزونانس به هماهنگ ساختن امواج صوتی گفته میشه. و بعضی که در اینجا شروع میشه عبارت از چیست؟ بعضی بعدی ما عبارت از امواج الکترومغناطیسی است. بعضی بعدی عبارت از امواج الکترومغناطیسی. ما قبلن امواج رو چند بخش تقسیم کردیم؟ گفتیم ما دو نوع امواج داریم. یکی امواج میخانیکی داشتیم، یعنی نیاز به خاطر انتشارشون نیاز به محیط مادی داشتن، نیاز داشتن به محیط مادی وجود داشته باشد چون این امواج منتشر شود در اثر اهتزاز مولکول ها که به همدیگر چی میکنن؟ قوه وارد میکنن، یعنی انرژی شد به همدیگر چی میکنن؟ منتقل میدن. اینجا چی میشه؟ امواج امواج میخانیکی ما چی میشه؟ انتقال پیدا میکنه. اما امواج الکترومغناطیسی را ما گفتیم نوعی از امواجی است که به خاطر انتشارشون اصلا نیاز به محیط مادی ندارن، اینا میتونن در خلا چی کنن؟ منتشر شدن. و خود نور عبارت از چیست؟ نوعی از امواج الکترومغناطیس. چون هیوگند گفته بود نیوتن میگفت نور خاصیت ذروی داره، اما هیوگند میگفت که نه، نور خاصیت موجی داره که به صورت امواج الکترومغناطیسی در خلا چی میشه؟ منتشر میشه. ما میگیم امواج الکترومغناطیسی در اثر یک مناقشه طولانی، یک جربحث های طولانی که بین دانشمندان به وجود آمد که در رابطه با طبیعت نور بود و چگونگی نور بود، بالاخره عالمی اومد به نام کی؟ به نام ماکسویل. سرانجام یک عالمی به نام ماکسویل اومد و گفت که نور خاصیت چی داره؟ خاصیت موجی داره. و این عالم چی را بیان کرد؟ ماکسویل چی بیان کرد؟ گفت نور و سایر امواج الکترومغناطیسی دارای طولی موجی، نور و سایر امواج دارای طولی موجی چقدر هستند؟ 4000 انگستروم. گفت این چی میگه؟ از 4000 انگستروم الا 4500 انگستروم الا 4500 انگستروم اینا چی دارن؟ طولی موج دارن. این کی گفت؟ ماکسویل گفت. بعد از اینکه خیلی بحث های طولانی بینشون باوجود آمد بالاخره نظریه قبول پذیرفته شد و این گفت که نور عبارت از امواج الکترومغناطیسی است که 4000 الی 4500 انگستروم چی داره؟ طول موج داره. با شما انگستروم هم میفهمیم که اگر انگستروم ما مساوی میشه با ده به نمای منفی ده، مساوی میشه متر، مساوی میشه ده به نمای منفی 8 سانتی متر. و چیزی که دیگر که ای گفت و کی گفت؟ ماکسویل گفت نور در خلا با کدام سرعت؟ با سرعت 300000 کیلومتر فی ثانیه چی میشه؟ منتشر میشه. یعنی قبلا هم شما سرعت نور را خود دادید در فیزیک نور سمپی دوالا را میگیم بخشن نور در فضا با کدام سرعت؟ با سرعت 300000 کیلومتر بر ثانیه چی میشه؟ منتشر میشه. عنوان زمانی که ما
ما میگیم امواج الکترومغناطیسی ماشین هستن عبارت از کدام امواج بودن؟ امواجی که بخاطر منتشر شدنشون نیاز به محیط مادی ندارن و نور نری از امواج چیز هست؟ نری از امواج الکترومغناطیسی است چون یک موج است که به صورت الکترومغناطیسی در فضا چی میشن؟ منتشر میشن و این از طول موجش هست 4 الی 4000 چیز انگستروم هست و سرعتی که نور منتشر میشه عبارت از چند است 300000 کیلومتر در ثانیه است یعنی نوری ما در هر ثانیه 300000 کیلومتر را چی میگیره؟ میپرونه که بیشترین سرعت هم در طبیعت سرعت چیز است؟ سرعت نور است و از قسمت دیگر که شروع بشه برای ما عنوانی که داریم تداخل شعاع نوری است تداخل شعاع نوری تداخل شعاع نوری برای ما چی را بیان میکنه؟ بگیم تداخل شعاع نوری ما زمانی دو تا شعاع داشته باشیم دو تا اینا ما تداخل خونده بودیم داخل شدن دو تا مرج برام چی میکنیم؟ برام تداخل یاد میکردیم و به همون قسم در تداخل شعاع نوری میگیم نور چون خودش یک موج است زمانی که میگیم دو تا مرج ما با همدیگر چی میکنن؟ یک جای میشن چی میکنن؟ تداخل صورت میگیرن بخاطر تداخل صورت گرفتن باید اولین شرطی که نیاز دارن باید این دوتا سمت ما کوهرنت باشن یعنی چی؟ اولین شرطش عبارت از چیز دوتا سمت ما کوهرنت باشن یعنی امپلیتود و فازشون با همدیگر چی باشه؟ یکسان باشه دارای فاز و امپلیتود امپلیتود چی باشه؟ یکسان باشه اولین شرط بخاطر تداخل شعاع نوری است که اینا باید دو تا شعاع ما چی باشه؟ کوهرنت باشه یعنی فاز و امپلیتود چون یکسان باشه و دومین شرط ما بخاطر تداخل چیز هم اینا باید با همدیگر چی باشن؟ مونوکروماتیک باشن با همدیگر دومین شرطشان مونوکروماتیک باشه مونوکروماتیک یعنی چی؟ یعنی که قیمت طول موجشان ما یکی فاز و امپلیتود داریم و دیگه طول موج داریم باید هم طول موج مساوی باشن و همچنان چی؟ فاز و امپلیتود چون چی باشن؟ مساوی باشن پس زمانی که این شرط مساوی بودن طول موج داشت و همچنان فاز و امپلیتودش مساوی بود پس ما میگیم موجه ما با همدیگر چی میگینن؟ تداخل میشن و هر ما در جریان پروسه تداخل ما میخواییم چی را پیدا کنیم؟ شدت نوری را پیدا کنیم در تداخل ما بخاطر تداخل چند تا شرط داشتیم؟ دو تا شرط داشتیم اولی که دو تا نوری ما باید با همدیگر چی باشه؟ کوهرنت باشه یعنی فاز امپلیتود چون با همدیگر یکسان باشه و دومیش یعنی مونوکروماتیک باشه یعنی چی طول موجشون با همدیگر چی باشه یکسان باشه زمانی که اینا دو تا شرط که داشتن اینا با همدیگر چی میگن تداخل میگن و در صورتی که ما خواسته باشیم شدت نوری را در جریان پروسه تداخل پیدا کنیم از کدام را بده نمایشتم میگیم آی مساوی میشه 4 آی 0 ضرب ما از رابطه آی مساوی میشه 4 آی 0 ضرب کوساین مربای فی برنامه میتونیم چی کنیم دریافت کنیم کوساین مربای فی برده رو میتونیم انرژی نوری را ما چی کنیم؟ دریافت کنیم یعنی شدت نوری را ما میتونیم از این را بتا چی کنیم؟ دریافت کنیم در کدام حالت میتونیم دریافت کنیم؟ اونم در صورت که دوتا نوری ما با هم دیگر تداخل کنن با واسه تداخل نمودنش هم دوتا شرط بود که این دوتا شرط را باید چی کنن؟ داشته باشه و چیز دیگری که ما داریم عبارت از تفرق نور است تفرق نور ما زمانی که تفرق نور را میخواییم بفهمیم تفرق نور برای ما چی را بیان میکنه؟ خود تفرق نور دلالت بر موجی بودن این نور میکنه که یعنی نور خاصیت موجی داره دانشمندان زمانی که آمدن و تفرق و تداخل شعاع نوری یک باره که برای ما بیان میکنن به خاطر که میخوان ثابت کنن که نور خاصیت چی داره؟ خاصیت موجی بودن داره
تراخل شای نوری برای ما چی رو نشون میدن؟ موجود. نور یعنی چیز موجود، نور خاصیت موجود داره. و تفارق نور هم برای ما چی رو نشون میدن؟ خاصیت موجود بودن این نور رو نشون میدن. یک دانشمند ما بنام یوگا از اولین بار گفت که هرگاه ما نور رو بگیریم از یک سوراخ کوچک چی کنیم؟ عبور بدیم. در جریان عبور همین موج، چون که نور از موج تشکیل شده، زمانی که نور از یک سوراخ کوچک عبور میکنه باعث میشه که موج چی کنه؟ به صورت منحنی شکل در بیاد. و زمانی که در اون طرف که تیر میشه، هر کم یک پرده را در نظر بگیریم، خالیگاه به صورت سیاه‌سفید نور چی میشه؟ معلوم میشه. این را ما بنام چی میگیریم؟ بنام تفرق نور یاد میگیریم. تفرق نور عبارت از چیست؟ در کل انحنای شاین نوری را بعد از برخورد با کناره های سوراخ ما بنام چی میکنیم؟ بنام تفرق نور رو میکنیم، یعنی پراگنده شده نور. زمانی که ما نور از یک سوراخ خود میتامونیم، این نور با چی میکنیم؟ چون خاصیت موجود داره، موج با کناره های سوراخ چی میکنیم؟ برخورد میکنیم، باعث میشه که اینا چی کنیم؟ منحنی شکل شود. همی را ما بنام انحنای همی را بنام چی رو میکنیم؟ بنام تفرق رو میکنیم. و تفرق نور برای ما چی را بیان میکنه؟ خاصیت موجود بودن این نور را چی میکنه؟ بیان میکنه. و این نظریه تفرق نور را کی به آمد داد؟ یک دانشمند به نام هیو گنز. دانشمند هیو گنز قبلا شما نظریات در نور خواندن این آلا را می آمد گفت در نور ما از یک سوراخ عبور میتونیم با کناره های دیوار، چون نور خاصیت موجود داره برخورد میکنه و شکل منحنی شکل نمیگیره و این را ما برای چه میکنیم؟ به نام تفرق. و زمانی که اون طرف که تیر میشه از سوراخ، خالیگاه نوری ما به صورت سیاه‌سفید چی میکنه؟ معلوم میشه. و ایمان دیگر که ما داریم عبارت از چیز قطبی شدن نور. نور چه قسم قطبی میشه؟ ما این دو تا حادثه را که خوندیم، یکی تفرق نور و دیگر تداخل نور، این برای ما چی را نشان میداد؟ برای ما نشان میداد که نور ما خاصیت چی داره؟ خاصیت موجی داره. این برای ما این را نشان میداد. اما قطبی شدن نور برای ما نشان میده از کنکور، در کنکور مثلا از شما پرسیده میشه قطبی شدن نور برای ما چی را نشان میده؟ برای ما نشان میده که نور خودش یک موج عرضی است. از شما پرسیده شی که قطبی شدن نور برای شما چی را نشان میده؟ برای ما نشان میده که نور یک موج چیست؟ یک موج عرضی است. این را بنام چی میگیریم؟ بنام قطبی شدن نور. و همچنان همه قطبی شدن نور یک نام دیگه داره به نام چی؟ به نام استقطاب. به نام استقطاب قطبی شدن نور و به نام استقطاب هم همچنان چی میگیرن؟ یاد میگیرن قطبی شدن نور و یا استقطاب. و چیزی که دیگر ما چیزی که باید بفهمیم، همه قطبی شدن نور اکثرا هم که ما به صورت بازی انجام میشه در مستویات مخصوصی صورت میگیره که به نام چی میشه؟ برام این مستویات استقطاب. اگر ما میخواییم نور را چی کنیم؟ خود بکنیم این را در یعنی مستویات مخصوص داره که برام چی میشه؟ برام استقطاب یاد میشه. در اون ما زمانی که نور را میتوانیم و چی میشه؟ نوری ما قطبی میشه. و حادثه قطبی شده این نور توسط یک دانشمند دیگر برام کریستال توسط درچی همه حادثه قطبی شدن نور توسط کریستال برام چی؟ برام تورمالین. در کریستال تورمالین ما میتونیم به صورت سادگی چی کنیم؟ ساده نور را چی کنیم؟ قطبی شدنش را انجام بدیم. و عنوان دیگر داریم برام چی؟ برام قطبی شدن نور توسط انعکاس. ما قطبی شدن نور را گفتیم عبارت از چیز را برای ما چی را نشان میتخونی؟ برای ما بیان میکنه که نور خاصیت عرضی دارن، یعنی عبارت یعنی موج عرضی است. و این قطبی شدن نور را همچنان برای ما استقطاب هم یاد میکردیم.